یه بالون ما بعد بعضیا میگن که مثلا یه بار میان اگه اون روز غمگینی داشته باشیم میگن که وای بدتر افسرده شدیم، بدتر چقدر گریه کردیم، اومده بودیم یه خورده دلمون واشه، اینجا دلمون وا میشه، میخندیم و دلمون هم خیلی میگیره چون همه صحبت میکنن. یه بالون ما بعد یه بالون نامرئی دور خودمون داشته باشیم، چه اینجا چه بیرون. اینجا شروعشه، اینجا پرکتیسش میکنیم که دیگه به ما نخوره، هر بیشعور و نادونی دیگه به من نمیخوره و من بیشعور و نادونم میخوام درایت پیدا کنم، سلامت روح و روان پیدا کنم که مثل تو امپاتی رو درک بکنم، ولی سیمپاتی و یا انزجار و یا حس انتقامجویی رو بذارم کنار، لول اکسپکتیش توقع همو بیارم پایین، چون اگه من فکر کنم همه باید مثل من فکر کنن تموم کارم، از این پاسیبال خواهر با خواهر مثل هم فکر نمی کنن. و این پوینته که خیلی مهمه آدم به این پروسه برسه که باید درک بکنم دیگری هم چه آسیبایی خورده، نه اینکه به چه حقی دیگری اینجوری فکر میکنه و یا رفتار میکنه، چون کدوممون آسیب نخوردیم؟ کی قربانی نیست؟ اصلا وجود نداره که انسان قربانی نشده باشه. و این آرامش میده به انسان، آدم خودش رها میشه، چون ما خودمون زنجیر میکنیم خودمون رو تو اون مرداب میندازیم. من واقعا فکر نمی‌کنم اینکه فکر کنم یه روزی هم اون طبقه بدم. آخ یه دست میخواد. من برای چی قش میرم زف میرم واسه همینه، وقتی یکی اینقدر صادقانه حرف میزنه.